گفتنی های احمد سعیدی و عبدالله و غنی. اهدای 20,000 کت تشخیص کرونا به افغانستان توسط ایران. آغاز توزیع نان به نیازمندان از امروز. و در پایان ترتیب فهرست جدید اعراض کرونا ویروس توسط آمریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آمریکا فهرست جدید اعراض کرونا ویروس را ترتیب داد. مقام های سی ایالات متحده آمریکا فهرست جدید اعراض و علائم بیماری کووید 19 را ترتیب دادند. بر اساس این فهرست، احساس سردردی توأم با لرزه های مکرر، درد عضلات، سردردی گلو، دردی و از دست دادن حس بویایی و از ذائقه می تواند علائم بیماری کووید 19 باشد. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده پیش از این تب، نفس تنگی و سرفه را علائم ممکنه بیماری کووید 19 معرفی کرده بود. این در حالی است که بعضی ایالت‌های آمریکا قرار است اقداماتی را برای برطرف کردن بعضی از محدودیت‌ها روی دست گیرند، اما محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع شده بود. انتقاد تند احمد سعیدی از غنی و عبدالله. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با عرض سلام، قابل توجه آقایان دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله و افراد دور گردشان. 1. جایگاه افغانستان و منافع ملی کشور از منافع شخصی و قدرت طلبی های شما بزرگتر است. بنابراین بیشتر از این منافع ملی افغانستان را قربانی منافع شخصی خود نسازید. 2. حوصله مردم افغانستان به سر رسیده است. از این بیشتر مردم را گروگان منافع شخصی خود نسازید. 3. ادامه نفاق و شقاق شما عزت، حیثیت و اعتبار مردم افغانستان را در سطح ملی و بین المللی ضربه زده است. 4. من می دانم که مخالفت های شما به خاطر تفاهم بین اردوی شما هم در بین ثبات و همگرایی و هم در بین تیم دولت ساز وجود دارد. یعنی در میان اعضای هر دو تیم شما اشخاصی وجود دارند که علاقمندند این تفاهم شما به جای نرسد. لطفاً از این بیشتر به مخالفت‌ها ادامه ندهید، بلکه بر آن نقطه پایان بگذارید. 5. ادامه عدم تفاهم شما دو نفر زمینه را برای حاکمیت مطلق العنانی طالبان آماده می سازد. طالبان از نفاق و شقاق شما استفاده کرده می خواهند با اشاره امریکایی ها جانشین شما شوند و یک بار دیگر وحشت و دهشت را در سرزمین ما حاکم بسازند. 6. از خداوند پاک و از ملت و مردم مظلوم افغانستان حیا کنید. از این بیشتر نگذارید که نفاق و شقاق به جای برسد که سرنوشت افغانستان به طرف پردگاه نابودی برود. از شما تقاضا داریم که به خاطر بقای افغانستان و به خاطر ملت واحد افغانستان همبستگی ملی را تحکیم بخشید. یک جا شوید تا در مقابل دشمن با قوت‌تر و نیرومندتر باشید و در غیر آن نفاق و شقاق شما زمینه را آماده می سازد تا دشمن یک بار دیگر قدرت را به دست بگیرد، وحشت و دهشت حاکم شود و سرنوشت تلخ در انتظار مردم افغانستان باشد. 7. گرچه می دانم که شکم های شما و شکم های اولاد های شما سیر است، آیا از گرسنگی و پریشانی مردم افغانستان با در نظر داشته ویروس کرونا آگاهی دارید؟ خبر دارید که اکثر مردم افغانستان شب نان برای خوردن ندارند؟ خبر دارید که مردم افغانستان روزانه علیه شما از چه الفاظ رکیک استفاده می کنند؟ امیدوارم که موزه پاکان در و نزدیکتان این حرفای حقیقت را به شما برسانند. اهدای 20,000 کیت تشخیصی کرونا به افغانستان. مقام های بهداشتی افغانستان از اهدای کیت های تشخیص کرونا از سوی ایران برای 20,000 فرد مشکوک در این کشور خبر داد. به گزارش اسپوتنیک و نقل از فارس، عبدالحکیم تمنا، رئیس بهداشت هرات، از اهدای کیت و کمک های آزمایشی و پزشکی از سوی ایران به افغانستان خبر داد. وی گفت پس از رایزنی های صورت گرفته میان مسئولان اداره بهداشت هرات و وزارت خارجه افغانستان
با کشورهای همسایه برای رفع چالش‌ها در امر مبارزه با کرونا در افغانستان. جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه و دارا بودن حسن نیت و روابط عمیق با افغانستان بران شد تا در پی نبود کت‌های آزمایشی کافی در افغانستان و نیاز شدید به این امکانات مقدار قابل توجه کت تشخیص به افغانستان اهدا کند. برنامه توزیع نان به نیازمندان امروز آغاز می شود. اشرف غنی رئیس جمهوری می گوید که برنامه توزیع نان به نیازمندانی که به خاطر قرنطینه ناشی از بحران کرونا زیانمند شدند امروز چهارشنبه 10 ثور در کابل آغاز می شود. آقای غنی در یک پیام ویدیویی گفته است که با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی ناشی از کرونا که مردم با آن مواجه شدند، با تمام ادارات حکومتی دستور داده که برنامه توزیع نان خشک از طریق نانوایی ها را آغاز کند. او افزوده است که این برنامه نخست در شهر کابل آغاز و تا پایان هفته جاری در شهرهای مزار شریف، قندهار، قندوز و جلال آباد و بدنبال آن در ولایت های دیگر آغاز می شود. رئیس جمهوری از عالمان دین، شهرداران، وکیلان گذر، بزرگان قومی، نهادهای مذهبی و شخصیت های بانفوذ خواسته است که در زمینه تهیه فهرست افراد نیازمند و توزیع نان خشک به مستحقین با دولت همکاری کنند. او در عین حال تاکید کرده است که مشکلات اقتصادی کشور به گونه خاص وضعیت سختی را که کرونا به میان آورده با توزیع نان خشک حل نمی شود. به گفته اشرف غنی دولت ده ها برنامه اساسی از جمله ساختن بندهای آبگردان، پروژه های زودثمر زراعتی و اعداد جاده های روستایی را روی دست دارد و با تمام مشکلاتی که کرونا ویروس ایجاد کرده باز هم این برنامه را طور تدوین کرده که کسر بودجه را به حداقل برساند. او گفته است که این برنامه ها بر محور ظرفیت های داخلی و منابع جهانی ایجاد شده است. رئیس جمهوری در این پیام گفته است من از حال تهیدستان وطن خبر دارم. تا زمانی که این پروژه ها را طرح و راه اندازی نکرده بودیم هر لحظه خود را در جایگاه بی بضاعت ترین های وطنم فکر میکردم و قرار میدادم. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه در اکثر ولایات کشور نرخ بیکاری و فقر نیز افزایش یافته است. اکثر کارگران و کسبکاران بیکار شدند و بر شمار نیازمندان افزوده شده است. دولت پیش از این برنامه توزیع گندم به نیازمندان را در کابل راه اندازی کرده بود، اما این برنامه ها به سبب توزیع گندم ناچیز در برخ نقاط با انتقادهای شدید روبرو شده. اشرف غنی هفته گذشته در پیام گفته بود که دولت برنامه های دیگری برای دستگیری از نیازمندان دارد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار باشید.